امروز در اخبار انتخابات، میرحسین موسوی صبح امروز در دیدار با تعدادی از نخبگان استان آذربایجان غربی در ارومیه اعلام کرد که دستاوردهای مهم کشور ایران همچون تکنولوژی هسته‌ای یا پروژه‌های مهم استانی از قبیل پل عبوری تبریز به ارومیه از روی دریاچه ارومیه متعلق به همه مردم ایران است. وی در این زمینه تاکید کرد نباید از یاد ببریم که دستاوردهایی چون تکنولوژی هسته‌ای به طور ناگهانی از آسمان نازل نشده و حاصل کار نسل‌های مختلف و زحمات شبانه روزی دانشمندان این کشور است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم همچنین گفت که اگر چنین پدیده‌هایی با نگاه انحصاری ارزیابی شوند، در واقع به نسل‌های دیگر جفا شده است. موسوی گفت به نفع ماست که این دستاوردهای ملی به نام ملت ثبت شود، چرا که نباید سرنوشت همه چیز را به مسائل سیاسی روزمره گره بزنیم. وی در این دیدار از نحوه برخورد مجریان کشور با پدیده‌هایی چون موسیقی و زبان نیز انتقاد کرد و گفت که در صورت برخوردهای غلط، چیز ساده‌ای همچون موسیقی که وی آن را وسیله‌ای برای وحدت ملی می‌خواند، می‌تواند به ابزار گلایه تبدیل شود. موسوی چنین سیاست‌هایی را نشان دهنده برخورد غلط با مسائل فرهنگی معرفی کرد. غلامحسین کرباسچی مشاور عالی ستاد انتخاباتی کروبی صبح امروز چهارشنبه در همایش دانشجویی حزب اعتماد ملی با اعلام اینکه مردم سالاری و دموکراسی فقط این نیست که کسی انتخاب شود، بلکه بخش بزرگی از دموکراسی این است که مردم بتوانند یک روز به کسی بگویند نه، تاکید کرد امروز روزی است که همه ما و مردم می‌خواهیم در روز 22 خرداد به دولت نه بگوییم. کرباسچی همچنین از دولت نهم انتقاد کرد و با بیان اینکه از برکت دولت نهم این انتخابات یک انتخابات استثنایی است، گفت که دولت در طول 4 سال گذشته به غیر از عملکردهای غلط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که داشته، دروغ و کذب را نه تنها در سطح جامعه که حتی در تبلیغات رسمی از قول بزرگترین مقامات اجرایی کشور رایج کرده است. کرباسچی گفت در تبلیغات میگویند ما ماهواره پرتاب کردیم و در کشورهای دیگر شیرینی پخش کردیم، و یا گفتند در همه طول تاریخ 4000 اختراع در ایران ثبت شده و در طول این 4 سال 20000 اختراع. فکر کردند که اختراع محصول تراوش فکری بشر باید باشد و میتواند با مسافرت و سفر ایجاد شود. مگر میتوان اختراع را با پول و سیب زمینی به دست آورد؟ محسن رضایی دیشب در نشست سازمان‌های جامعه مدنی ایران با ادعای اینکه آزادی و دموکراسی در ایران به یک نهاد تبدیل شدند، گفت که اگر مردم و دولت ایران بخواهند جامعه مدنی را نیز تبدیل به یک نهاد کنند، باید آن را با محیط بومی خود تئوریزه کرده در این راستا اقدامات عملی انجام دهند و به ضرورت وجود قوانین نیز توجه نمایند. رضایی قانون حقوق شهروندی را یکی از طرح‌های مورد نظر خود برای دست یافتن به نهاد جامعه مدنی در ایران برشمرد و در این باره توضیح داد این قانون که 500 ماده خواهد داشت را در مجلس به تصویب می‌رسانیم و بعد آن را به تمام کارگزاران نظام از جمله نیروهای اطلاعاتی، قضایی، انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش خواهیم داد و پس از آن معتقدیم که کمیته نظارت پرقدرتی که در رأس آن باید رئیس جمهور قرار داشته باشد این روند را نظارت می‌کند. وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید روز به روز محدودتر و کوچکتر شود، گفت هر کسی باید بر روی صندلی خودش قرار گیرد. وقتی دولت هم صندلی مردم و هم صندلی خود را اشغال می‌کند، نتیجه‌ای بهتر از این که می‌بینید به وجود نخواهد آمد. اما اگر قرار باشد که مردم بر روی صندلی خود قرار بگیرند، این امر بدون انسجام محقق نخواهد شد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com